بپردازیم به بحث موضوع برنامه که جناب آقای باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه روی خط اسکایپ با ما هستند و در رابطه با چگونگی مبارزه با ویروس در افغانستان و نگرانی ها و چالش ها و امید ها بیشتر صحبت میکنیم. دکتر صاحب سپاس از شما. آیا واقعا حکومت افغانستان در مبارزه با این ویروس چقدر تانسته که موفق به درآید با توجه به کمک هایی که شده و با توجه به امکاناتی که داره؟ فران عزیز و بیننده های محترم تلویزیون آریانا نیوز، هم قسمی که شما گفتین خدا کنه که این حادثه بخیر سپری شده باشه بالای همگی. مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان اصلا یک، اگر به صورت مجموع ارزیابی کنیم، از سبب فعلا در یک حالت ضعف مدیریتی است به صورت مجموع، به خاطر ازی که در سطح ملی حمایت سیاسی وجود نداره، به سطح وزارت ها همکاری بین السکتوری و همکاری نتانستن که در بین خود همکاری کنن و هم توجه مردم جلب کنه، حمایت مردم جلب کنه، به خاطر ازی که برنامه هایی که یا دیزاین کردن به خاطر آگاهی عامه، برعلاوه ازی که آگاهی عامه را ایجاد نکرد، یک رقم نفرت به مقابل از این مرض ایجاد کرد که هیچ کس نمیخواد که نام کرونا فعلا بالایش گذاشته شود، نه بالای مرض و نه بالای میتشان. و ارقامی را که وزارت صحت عامه فعلا ارائه میکنه، این ارقام مبنی بر واقعیت نیست، به خاطر ازی که ما اکتیو سرویلانس نداریم، امو ظرفیتی که باید برن کیس فالو کنه، کیس ترسینگ کنه، او را نداره، صرف کسایی که مراجعه میکنه، امو ارقام روزمره یا ارائه میکنه، فکر میکنه که واقعیت کم شده، در حالی که شما ببینین روزمره ما شما میبینیم در رسانه ها مردم بالونهای اکسیژن گرفته، هر کس در خانه خود برای خود شفاخانه ساخته، سکتور خصوصی همگی پر از مریضای کروناست و دولت صرف ظرفیت بالاتر از 1000 مریض نداره که ظرفیت تست کنه، لکن سپردن مبارزه با کرونا با سکتور خصوصی یک جرم بسیار کلان بود که وزارت صحت عامه انجام داد، یک اشتباه بسیار بزرگی بود که وزارت صحت عامه انجام داد، با خاطر از اینکه مردم سپردن به سکتور خصوصی که قصابی شوند. امیال شما برین که دولت با مو توانمندی، با مو ظرفیتی که در حوست حوزه لابراتوارها ایجاد شده، نمیتونه که بیش از 1000 مردم معاینه کنه. سکتور خصوصی یک لابراتوار زیتی و یک لابراتوار چطور میتونه روزمره 5000 مریض معاینه کنه؟ امیال به شما برین که یک قطارها در موج استاد است، مردم اشیای خانه خود فروختن که برن تست کنه. در تمام دنیا مبارزه با امرجنسی وظیفه دولت است، چطور یا به سکتور خصوصی بدون داشتن ظرفیت سکتور خصوصی یا سپردن به می حالت، یک چون دولت یک سیستم سرویلانس قوی نداره که از سکتور خصوصی ارقام جواب آوری کنه و بفهمه که در سکتور خصوصی روزمره چند مریض بستر شده، چند تشخیص شده و چند فوت کرده که در سیستم خود جذب کنه، به او خاطر وا صرف تایید به سلسله ارقام خود میکنه، فکر میکنن که یا ارقام کم شده، در حالی که واقعیت به مو اندازه است، ما هنوز به طرف گراف نهایی خود نرسیدیم. دکتر صاحب، حالا دلیلی که وزارت صحت میگه ما در حالت عادی هم به یک نحوه با مشکل جدی روبرو بودیم به خاطر درمان بیماری های گوناگون در افغانستان و این وضعیتی است که و یک نحوه ما تلاش آخری خود میکنیم، آیا واقعا رهبری حکومت در امر مبارزه با ویروس چقدر تانسته به یک نحوه درست عمل کنه و آیا بر مردم افغانستان در این شرایط بحث فساد چی پیامی را میرسانه؟ در صورتی که با جانشان بازی میشه و در این شرایط هم فساد صورت میگیره، واقعا دیگه حکومت و مردم تکلیفش چی میشه؟ یکی از علتهای عمده که مردم اعتماد خود، دولت اعتماد خود نزد مردم از دست داده، موضوع گسترده فساد است. به خاطر از اینکه فساد نه تنها در سکتور صحت بلکه در تمام سکتورها که از 2.5 کیلو گندم گرفته تا به خریداری های بلند
به اندازه های بلند شما دیدین که این یک حالت صورت گرفته که هیچ قابل بخشیدنی نیست و این هیچ وقت پیگرد قانونی تحت پیگرد قانونی مردم قرار نگرفتن و به بسیار چشم سفیدی مردم هنوز هم ادامه داره این فساد کرده میرن. اصلا موضوعی که تعهد دولت و رهبری دولت در راست جناب رئیس دولت و هیئت رهبری این وضعیت فعلی وضعیت نبود که افغانستان در تغییرات در رهبری وزارت استحکام دولت بیاره. اگر موضوع فساد بود باید بعد از بین رفتن کرونا سیستم ارزیابی میشد. اگر وزیر قبلی، اگر معینای قبلی، اگر مسئولین قبلی، هر کسی که در فساد آغشته بودن به چارونوالی و مجازات می شدن. لیکن آوردن مسلسل تغییرات در این سیستم، هر کس که می از نو شروع می کنه، تیم جدید با خود می آره، این یک کار بسیار غلط بود که در رهبری دولت انجام داد. برالاویزی که فایده نکد، فعلا یک حالتی است که کسی که به رهبری وزارت صحت آمده، کسی است که از این وزارت رانده شده قبلا. آله به یک عقده آمده و روز برای ما شما میبینیم که رئیسا و پرسونل پس کده میره و به بهانه های مختلف، یعنی یک کشمکش درونی جریان داره که کشمکش درونی سبب ازی شده که هیچ توجه به خدمات سی صورت نمیگیره و یک حالت فاجعه آمیز است. خب دکتر صاحب، در شرایط جاری فکر میکنین مسئولیت شهروندان چی است؟ حکومت اگر اقدامی که نیاز است نمیکنه و در کنارش حالا بحث های کشیدگی و رقابت هایی که در اون حکومتی وجود داره ای احساس میشه، مردم چی کنن و آیا این فضا و زمان بر از این بحث هایی که شما یادآوری کردین که بحث عقده گشایی است ای واقعا جای داره؟ نه قطعا، اصلا موضوع بازم برمیگرده به رهبری. رهبری دولت باید این تصمیم غلط نمیگرفت در این شرایط اساس و اگر گرفته بازم او با خودشان میفهمه، لکن یک نظارت از نزدیک و قوی باید داشته باشه که همچو حادثات باید صورت نگیره، بخاطر ازی که هر حادثه که هر برخوردی که صورت میگیره مردم خرچه‌دار میشه و وظیفه مسئولیت مردم مایی است که فعلا در یک حالت رسیده که هر کسی مسئولیت فامیل خود و سیستم خود با دوش میگیره و با قسمی که گرفته مردم ما باید شرایط وقایوی که از طرف وزارت صحت بارها از طریق رسانه ها بارها برشان گفته شده امور مراد کنه که استعمال ماسک به طور جبری این باید استعمال داشته باشه، ضمن از حفظ الصحه شخصی و از جمع شدن دست جمعی در یک جا در محافل و در اشکال مختلفه باید خودداری کنند. فعلا یک سروی ملی در جریان است که این سروی تقریبا برای افغانستان یک سرنوشت ساز است، بخاطر از اینکه دریافت های این سروی باز بر ما نشان میده که مکاتب باید شروع شود یا نه، فابریکه ها باید دوباره شروع شود یا نه، مردم پر برنامه های عروسیشان، برنامه های تجارتشان، یعنی همگی مربوط به این بررسی است که تقریبا شاید در یک ماه تکمیل شود که شکل واقعی برای ما نشان میده که ما در کدام حالت قرار داریم. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت، که صحبت ها و نظریات نیکتان با مردم شریک ساختین. وقتتان نیک. تشکر از شما و بیننده‌های محترم. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان.